آیا تو من یک سوال کلی داشتم خدمتتون، میخواستم بپرسم که شما یک بار مسئله رو مطرح کردید که ما میتونیم در واقع از نظر علمی تجربه قبل از مرگ رو میتونیم بفهمیم که چه تجربه هست. میخواستم ازتون خواهش کنم اینو اگه میشه بازش کنید که بتونیم ببینیم. چشم. میخواید از تلویزیون بشنوید یا مطلبی هم دارید عزیز؟ بله، از تلویزیون میشنم. خب، میدونید که بعد از جنگ جهانی دوم یه مقدار جنبش‌های مختلف و متفاوتی که به هر حال خسته بودند از آنچه که نامش آزادی انسان‌ها بود بین 1920 تا 1945 به دلیل فجایعی که جنگ جهانی اول و مثلا دوم داشت، گرایش هایی که حداقل از 1870 تا 1920 از نظر مذهبی و ذهنی و مطالب روحانی و عرفانی و اینا به مقدار زیادی در جهان، حداقل در جهان غرب خاموش شده بود، دو مرتبه زنده شد و بنابراین یه عده زیادی به دنبال این راه افتادن که یه چیزایی مثلا با پیشرفت های اخیر علمی درباره موضوعایی که در جهان فیزیکی و مادی بود رو مطرح کنن و اونها رو شاهدی و یا دلیلی برای مسائل باورها و اعتقادات خودشون بگیرن، که البته بنده بحثی با باورها و اعتقادات و درست و غلطش ندارم، اون موضوع فلسفی مذهبیه، ولی گفتگوی من در چارچوبی است که به هر حال در جهان علم مطرح است بر اساس تعریف علم و عرایض منم با توجه به پرسش بیننده عزیز تو اون چارچوب هست و بنابراین یه موضوعی مخصوصا بعد از جنگ ویتنام مطرح شد تحت عنوان near death experience یا تجربه قبل از مرگ. ماجرایی هم که درست شد و اوائل گزارش هایی که محدودی که در این زمینه هست این بود که آدمایی که برخی از اوقات مرده اعلام می شدن، حالا یا در اتاق عمل یا مخصوصا در وقت جنگ یا اینا رو در گونی ها می انداختند و بدن می بردند، اینا بعضی هاشون بعد از 3 دقیقه 5 دقیقه 10 دقیقه تا مدت 19 دقیقه بوده که اعلان مردنشون رو کردن، حتی یه موردش در بیمارستان، که اینا برحال به این جهان برمیگشتن یا زنده می شدن. برخی از این آدم ها، نه همشون، یه گزارشی می دادن که ما در یه شرایطی حس کردیم که وارد یه راه روی داریم می شیم، یه دالانی داریم می شیم که نور غیرعادی عجیب و غریبی داره، اما دوربرش مثل این که هزاران هزار پرده سینما داره همینجوری خاطرات گذشته ما رو میاره و رد می کنه، درست مثل این که واقعا یه کسی داره تمام زندگی من و شما رو یا در اون شرایطی اون آدم داره توصیف میکنه داره برای من بازگو میکنه. و بنابراین وقتی این مطالب اولیه مثلا بعد از جنگ جهانی مطرح شد، یه عده‌ای که دنبال موضوع بهانه میگشتن، حالا یه عده باورمن، یه عده حقباز و شیاد، یه عده هر دو، آمدند و از اینا داستانها درست کردند و بعدم آدمایی هم که اصلا این تجربیات رو نداشتن هم راه افتادن، یه مرتبه کار بالا گرفت و از توش چیزایی در اومد. متخصصین خب خیلی زود به داد موضوع رسیدند و سراغ این ادعا رفتن و متوجهن که یه مقداری از این ادعاها درسته و اون این است که واقعا افرادی هستن که یا توی اتاق عمل یا در شرایط خاص رو تصادف اتومبیل یا تصادف هواپیما یا سقوط هواپیمای چیزایی از این قبیل یا همچین تجربیاتی رو دارن، ولی وقتی که همون مذاکرات اولیه و مصاحبه‌های اولیه باشون صورت می‌گرفت و یه مقدار سوالات مشکل و سختی می‌شد که اونا اجازه نمی‌داد حرفای پرت و پلا بزنن، مسئله در همون حدی بود که عرض کردم، از یه دالونی با یه نور غیرعادی حرکت می‌کنند و بعدم حوادث گذشته زندگی یه جوری از جلو چشمشون رژه میره به صورت فیلم و بعدم تموم میشه. خب از نظر علمی تکلیف مسئله خب روشن نبود و باید پیدا میکرد. کسانی که به دنبال مسئله روح بودن یا یه نوع جان بودن یا اون نمیدونم ذهن بودن، که اینا اگر جهان فیزیکی و مادی تعریفش مشخصه، اگر مسائل فلسفی و روحانی به این موضوع ارتباطی نداره، آمدند و داستانها ساختن که بله این آدم مثلا تو اتاق عمل بود، بعد اون حال برش پیدا شد، بعد همه اتاق عمل رو میدید، دکتراش رو میدید، فلان بهمان، و بعد اینا رو که دوباره شفته نه همش دروغه، مثلا چند نفرم که شیاد و عقباز بودند و باورها و اعتقادات مذهبی داشتن این کتابا رو راه انداختن و خیلی هم زود در جهانی که یه 20% مردم دنبال حالتهای افکار و عقاید معجزه‌گرایانه هستن که هرگز اتفاق نیفتاده، خب اینا رو گرفتن و پروبالی دادن. بعضی از آدمایی هم که مدت‌ها دلیل و مدرکی برای مسئله روح و برای مسئله
این که انسان یه موجود دیگری هست و درش دوتا ذهن هست و من ذهنی و از این حرفای کاملا بیپایه و بیاساس از نظر علمی عقلی واقعی و منطقی، بنده با مسائل روحانی و ایناش کاری ندارم، بهانه پیدا کردن که اینا رو توضیح دادن. بعضی هاشتم حتی پیداست از نوعی که این داستانا رو تعریف میکنن میخوان جوابهای خاصی داشته باشن برای سوالات اعتراض آمیزی که بعدن میاد، ولی مطالعات علمی مسئله رو روشن کرد که چه هست. شما میدونید که همه گذشته من و شما به نوعی ضبط شده، به طوری که اولین بار که پزشکان کانادا این کارو کردن و قسمتی از سر من و شما رو ما رو در بی‌حسی موضعی بردند و بنابراین ما زبان داشتیم و میتونستیم گزارش بدیم، ولی این قسمت بالا بی‌حس بود، اینجا رو شکافتن، جمجمه رو هم سوراخ کردن و بعد نوک سوزن الکترود رو که گذاشتن روی یکی از سلول‌ها شما یه خاطره یادتون، یعنی گفتیم مثلا الان من 3 سالمه، تو بغل مثلا پدرم نشستم، مادرم هم روبروه، بعد نوک بر سوزن رو برداشتن جای دیگه گذاشتن، گفتید الان سر کلاس مدرسه ام معلمو میبینم، آره این مامون خانم معلم یا آقا معلمی است که در کلاس سوم داشتم و جلوام یکی از بچه‌ها رو میبینم.